خدمت بینندگان عزیز تلویزیون آی تی سی و برنامه پژواک، درود بر شما. من فرمانرز پورتایری هستم، امیدوارم حال همگی شما خوب باشه. در برنامه امشب پژواک دکتر اسماعیل نوری علا رو دارین در کنارمون که به برنامه پژواک اومدن، در تورنتو اومدن و ما از ایشون تقاضا کردیم که در برنامه پژواک هم شرکت کنن. خیلی خوش اومدید آقای نوری علای عزیز. بی‌نهایت متشکرم. خدمت بینندگان گرامی شما سلام عرض می‌کنم. ممنونم که این فرصت رو به من دادید که خدمت بینندگان شما هم عرض ارادت کنم. خب شما برای فکر کنم 3-4 روزی در تورنتو بودید، درست میگم؟ یک هفته است اینجا بله. هستین، بله. و برای همایش سکولاره سبز تشریف آورده بودید. بله. راضی بودی از این دو روز بودش دیگه، روز شنبه و یک شنبه. جمعه هم فکر میکنم که تا یه حدی جمعه ببینید این همایش دو تا مقصود داشت، به خاطر اینکه ما دو تا هدف داریم. در اولا من بگم که به هر سکولارهای سبز یک شبکه است از کسانی که معتقد بر این هستند که جنبش سبز ایران در گوهر یک جنبش خواستار حکومت غیر مذهبی در ایرانه و خسته شده از دست حکومت مذهبی و خواستار تغییر اونه و ما در خارج از کشور در واقع خودمون رو مؤید و حمایت کننده و سربازان این خواست مردم ایران می‌دونیم. بله. و این شبکه رو به وجود آوردیم که هم عقیده های خودمون رو در سراسر دنیا پیدا کنیم و به هم ربطشون بدیم و متحدشون بکنیم. و هدف ما هم این است که از یک سو به اتحاد سیاسی سکولارهای معتقد به این که جنبش سبز یک جنبش سکولار هست برسیم و از سوی دیگه این اتحاد رو کارا بکنیم در راستای این که بتوانیم در خارج از کشور یک گزینه، یک جایگزین غیر مذهبی برای حکومت ایران بسازیم و بتونیم به جهانیان بگیم که در مقابل حکومت اسلامی که در ایران وجود داره میتوان یک حکومت دیگری هم داشت که مشخصات اون رو نداره. در نتیجه این دو تا هدف رو، هدف ایجاد تشکیلات سکولارها و ایجاد یک آلترناتیو رو ما همدوش هم به کار میبریم. همایش تورنتو اولین همایش ما هست در راستای همون اتحاد نیروهای سکولار که در داخل شبکه فعال هستن و در این حال رایزنی با صاحب نظران در مورد اینکه چگونه میتوان به یک آلترناتیو سکولار دست یافت. بنابراین در روز جمعه گذشته ما اولین گرد همایی بزرگ خودمون رو در داخل شبکه داشتیم که ما الان در 22 شهر دنیا انجمنهای سکولار سبز رو ایجاد کردیم که در داخل این شبکه به هم متحد میشوند و اعضای ما از سراسر دنیا آمده بودن به تورنتو و روز جمعه به این آشنایی ما با همدیگه گذشت. یعنی ما از طریق ایمیل و فیسبوک و برنامه‌های تلویزیونی حرفا و پالتاک به خصوص مرتب در تماس هستیم با هم، ولی اولین بار بود که مثلا بسیاری از اعضای ما صداشون رو میشناختیم ولی چهرهشون رو ندیده بودیم. همه همدیگه رو پیدا میکردند و این صورت مال اون صداست. خیلی روز هیجان انگیزی بود. بعد در دو روز بعد ما 4 اصل عرض کنم که بنیادی کار خودمون رو به بحث گذاشتیم، هم بین خودمون هم بین مهمانانی که دعوت ما رو پذیرفته بودند و در جلسات ما شرکت میکردن. ما 4 تا مطلب عرض کنم که موجبات دور هم جمع شدن ما بوده است که نخستین اونها برمیگشته به اینکه جنبش سبز چرا یک جنبش سکولاره و حالا که سکولاره چه موانعی در سر راهش وجود داره که بتونه این هویت خودش رو ابراز بکنه. در این حال ما معتقدیم که مهمترین مسئله مبتلا به مملکت ما مسئله تبعیضه. تبعیض همواره در جامعه ایران وجود داشته ولی با پیدایش حکومت اسلامی تبعیض دیگه به اوج خودش رسیده. یعنی شما در هر ساحت و موضوعی که نگاه بکنید ببینید که
ما دوچار تبعیضیم. بین زن و مرد تبعیض وجود داره، بین اقوام تبعیض وجود داره، بین شیعه و سنی تبعیض وجود داره، بین خود شیعه ها، شیعه معتقد به ولایت فقیه و عدم اعتقاد به ولایت فقیه تبعیض وجود داره، و بین عمامه به سر و بی عمامه حتی در کمپ خودشون هم این تبعیض وجود داره. یعنی جامعه به شدت دچار تبعیضه و ما فکر کردیم که باید این رو در بین خودمون بحث بکنیم، این انواع تبعیض ها رو بشناسیم، راه حل هایی رو در این زمینه بیابیم. و مطالب دیگه که در پایان خودش در جلسه چهارم که دیروز بعد از ظهر، یک شنبه بعد از ظهر بود، این که خب حالا وظایف ما در خارج از کشور چیه و ما چگونه میتوانیم مؤید حرکت سکولار در داخل ایران باشیم. منظور شما از واژه سکولار چی هستش؟ ببینید، سکولار در اصل تاریخچه مفصلی داره، ولی اون چه که در قرن 21 ما میتونیم ازش استخراج بکنیم که چندان هم میتونه ربطی به تاریخچه‌اش مثلا در اروپا و جاهای دیگه نداشته باشه، این است که ما حکومتی رو داشته باشیم که این حکومت رو اراده مردم و مسببات نمایندگان مردم بر اساس مقتضیات زندگی روزمره اونها تعیین کنند، نه یک دفترچه به نام توزیع المسائل یا شریعت آخوندی که معتقدن این رو خداوند متعال در 1400 سال پیش فرستاده برای زمینیان و تغییر ناپذیره. اون چه که حکومت اسلامی رو حکومت اسلامی کرده این است که در قانون حکومت اسلامی میگوید که این حکومت بر اساس شرع مبین شیعه 12 امامی به وجود آمده و هر چیزی که مردم بخواهند و نمایندگانشون بخوان تصویب بکنند باید در چهارچوب اون شریعت بگنجه، و در نتیجه در واقع حاکمیت ملت رو عرض کنم که تعطیل کردن. و حکومت سکولار یعنی بازگرداندن حاکمیت مردم، گرفتنش از دست قشر که ما بهش میگیم دینکار، به خاطر ما نمیگیم روحانی بهشون، به خاطر اینکه روحانی یه مقدار جلال و شکوهی تو این اسم هست که خودشون یال و کوپالی برای خودشون تراشیدن، در حالی که اینا دینکارند، یعنی که ازاه دین نون میخورن. حالا یکیش میتونه بره سر مثلا جنازه نماز میت بخونه، یکی میتونه بره خمس و زکات بگیره، و در مجموع نونشون از راه دین میخورن. ما میخواییم که حکومت رو از دست دینکاران بگیریم و مردم و نمایندگان مردم این حکومت رو بگردونن. ما به چنین تشکلی میگویم حکومت سکولار یا حکومت غیر مذهبی. خب شما قاعدتا در جریان هستید که حکومت‌های سکولار دیکتاتوری هم در منطقه بودن و در دنیا هستن. خب پس بنابراین شما چطوری میتونین که در مورد این مدر توضیح بدیم؟ میتونید دو تا رو از هم جدا بکنید؟ بله، در واقع تجربه قرن بیستم نشون داد که سکولاریسم خودش میتونه منشأ مهیب‌ترین دیکتاتوری ها باشه. مثلا شما مورد استالین رو بگیرید، مورد هیتلر رو بگیرید، یا مورد صدام حسین رو بگیرید. همین مسائلی که در شمال افریقا و خاورمیانه همکنون ادامه داره، حکومت عرض کنم که آقای بن علی یا نمیدونم در مصر، اینها همه مدعیه که حکومت‌های سکولارن. اما حکومت‌های سکولاری هستن به این معنی که قشر آخوند رو گذاشتن بیرون حکومت، ولی خودشون به صورت خودکامه عمل میکنن و باز حاکمیت ملی رو تعطیل میکنن. به همین دلیل مثلا من آمدم پیشنهاد کردم که ما بیایم اسمشو بذاریم سکولاریسم نو، به این معنی که ما یه تعدیل و تغییری در مفهوم کلاسیک سکولاریسم ایجاد بکنیم، به این معنی که بیایم سکولاریسم رو سنجاق بکنیم به اعلامیه حقوق بشر و بگوییم ما حکومت رو سکولار می‌خوایم، اما در این حال قانون اساسی که حاکم بر این حکومت هست باید ملتزم باشد به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر. به این ترتیب جلوی پیدایش دیکتاتوری و جامعه تبعیض آفرین رو گرفتیم. بعضی متاسفانه کلمه سکولار رو ضد دین میدونن، ضد مذهب میدونن. شما نظرتون چی هستش در این مورد؟ ببینید، سکولار در زبان فرنگی معانی مختلفی داره.
و همونطور مثلا شما نگاه کلمه اسلامی در ایران وقتی که رایج شد مثلا میگن میخواییم دانشگاه رو اسلامی کنیم، یعنی اسلامی بودن به معنی لزوماً به خداوند متعال مربوط باشه و این حرف هم نیستش، یک ترمیست، یک واژه‌ایست که اینو تطبیقش میدن با هر چیزی، میگن ما این رو مثلا اسلامی کردیم. سکولار هم در طول تاریخ این نوع کارکردها رو داشته. ما بحثمون بحث سیاسیه، ما میگوییم ما در حوزه سیاست میخواهیم که سکولار باشیم، به این معنی که از آسمان قطع بکنیم و به مردم و خواستهای مردم بپیوندیم. اما شما کلمه سکولار رو در حوزه فلسفه میبینید، در حوزه فلسفه یه اصلا به خدا و مذهب و این حرف هم اعتقادی ندارن و اونها رو در مقابل مؤمنین و دینداران بهشون میگن سکولار، ولی اونها نیروهای سیاسی نیستن، اونها نیروهای فلسفی هستن. این خلط مبحث هم همواره پیش میاد که حکومت اسلامی هم همیشه از همین استفاده میکنه و به مردم میگه سکولار یعنی ضد دین، نمیگوید که سکولار در حوزه سیاست یک معنی میده، در حوزه اندیشه و مثلا فلسفه معنای دیگری. این یکی از مشکلات ماست که در جامعه ایران ما باهاش همکنون مواجه هستیم و در آینده مواجه خواهیم بود که انرژی بسیاری از ما گرفته میشه که بگیم آد سکولاریسم در حوزه سیاست فقط یعنی که آی آخوند بفرمایید برید بیرون و نمایندگان مردم بیان بشینن اونجا. و چرا سکولاریسم بر اساس حقوق بشر و نه دموکراسی مثلا؟ بله بعضی این سوال خواهند کرد. نه درسته، این به شرطیه که دموکراسی و حقوق بشر با هم منافات داشته باشن. دموکراسی یک مفهوم عامه، عین اینکه بگیم ما درخت یک مفهوم عامه، ولی به محض اینکه بگیم درخت رو نشونمون بده، شما یا درخت تبریزی باید نشون بدی یا درخت بید مجنون. درخت وجود خارجی نداره، یک مفهومیه که تو ذهن آدمیزاد هست. دموکراسی هم همین گونه است، شما نمیتونید دموکراسی رو نشون بدید. دموکراسی در عمل تبدیل میشه به یک آیین‌نامه‌ای، به یک اساسنامه‌ای که مهمترین دستاورد تاریخ بشری این سندیه که تا به حال نوشته شده به نام اعلامیه حقوق بشر. این در واقع به ما توضیح میده که یک حکومت دموکرات یا یک جامعه دموکرات چگونه جامعه است. دقیقاً. چرا واژه سبز انتخاب کردید آقای بله. ببینید ما از لحاظ سیاسی در داخل ایران هیچ پدیده جز پدیده جنبش سبز رو فعلا نداشتیم. جنبش های ما جنبش های بسیار متعدد و متکثری هستند، مثلا جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش نمیدونم اقوام و ملیت های ایرانی، ما انواع و اقسام جنبش ها رو داشتیم. ولی اون جنبشی که شکل عام و کلی به خودش گرفت جنبش سبز بود. اسلامی ها از این رنگ سبز که به طور اتفاقی بهشون افتاده بود، یعنی روزی که میخواستن مناظره های تلویزیونی بین کاندیداها رو قرعه کشی بکنن، گوی رنگی انداختن تو اون دستگاه و چرخوندن، چنین اتفاق افتاد که گوی سبز افتاد به آقای موسوی. ولی بلافاصله اردوگاه اصلاح طلبی مذهبی از این استفاده کرد و این رنگ سبز رو به قبیله بنی هاشم و حضرت عباس و همه این حرفا وضع کرد و کوشید که بگه که این مردمی که آمدن توی خیابون اینها مسلمان هستند و آمده اند که حکومت اسلامی رو تقویت بکنن و درستش بکنن. و به همین دلیل هم شعارهای آقای موسوی، در حالی که مثلا رنگ زرد افتاده بود به آقای کروبی ولی نمیگن بهش جنبش زرد، در حالی که آقای کروبی رو به عنوان رهبر جنبش سبز قبول دارن. میلیون ها دلار این اصلاح طلبا و به خصوص خانواده آقای رفسنجانی خرج کردند که دنیا این جنبش ایران رو به عنوان جنبش سبز بشناسه و در این حال فکر کنه که این جنبش یه جنبش مذهبیه. ما وقتی که این طور تشخیص دادیم که این جنبش نمیتونه مذهبی باشه، این ندایی که عکسش رو شما گذاشتید به دیوار، این نیامده بود توی خیابون که احمدی نژاد برداره میر حسین موسوی رو بگذاره که برگردیم به دوران طلایی امام خمینی، اینا آمده بودن حق خودشون و آزادی خودشون رو میخواستن. بنابراین این جنبش سکولاره،
حالا رنگ سبز بهش افتاده، اونم این سوء استفاده رو کردن. آیا ما این رنگ سبز رو بذاریم کنار یا اینکه بکوشیم که به مردم جهان بگیم که آقا این رنگ سبزی که شما میشناسید جنبش مذهبی نیست، جنبش سکولاره. و ما این راه رو انتخاب کردیم که بیایم بگیم ما سکولارهای سبز هستیم و با افزودن کلمه سکولار به سبز ماهیت سبز بودن جنبش رو تغییر بدیم. تا چه حد موفق بشویم یا شده باشیم این طول میکشه، به خصوص که ما به شدت از لحاظ اقتصادی و توانایی های این گونه فقیریم. ما برای همین تشکیل این کنفرانس تورنتو پدرمون در آمد تا تونستیم مقداری پول از این اون جمع بکنیم و این همایش رو برگزار بکنیم. اما اقسام حرفا رو هم برای ما در آوردن که نمیدونم CIA به اینا پول داده، نمیدونم فلان. من دیروز در جلسه آخر چیز یک نامه‌ای رو خوندم که روی تورنتو بود که این اوریالا که وضع مالیش خوب نبود از کجا آورده که 40 تا اتاق در هتل شرایتون مثلا کرایه کرده و غیره. بنابراین ما به علت ضعف اقتصادی و توانایی همه مثل شما لطف ندارن که ما رو بیارن بذارن جلوی دوربین که ما برای مردم توضیح بدیم، در حالی که اون طرف از یک سو بنیادگرایان مذهبی و از سوی دیگه اصلاح طلبان مذهبی همه امکانات و توانایی ها رو دارن. دولت‌های خارجی هم حالا تا یه نیروی سکولاری شکل بگیره فعلا رو شرط بندی نمی کنن، شرطشون رو میذارن روی این که بیایم ببینیم میتونیم موسوی رو علم بکنیم، اگر نشود اون وقت میریم با خود احمدی نژاد مذاکره میکنیم. اینه که ما یه مقدار مشکل داریم، به طوری که حتی در همین کنفرانس تورنتوی ما فشار بسیاری از بدنه شبکه ما وجود داشت که بیایم این اسم سبز رو از اسم شبکه‌مون حذف بکنیم و به توافق در این زمینه یعنی اکثریت نظرشون بود که نه نگرش داریم، ولی احتمال داره در آینده به خصوص که رهبران مذهبی جنبش سبز موفق شدن این جنبش رو تعطیل بکنن. یعنی روزگاری 3 میلیون آدم آمدن تو خیابون تظاهرات کردن، اینهایی که اسم خودشون میزنن رهبر جنبش سبز، اینها مردم فرستادن خونه هاشون، به طوری که بین 22 خرداد تا 22 بهمن اصلا تعطیل کردن جنبش سبز رو. اینی که احتمال داره در آینده ما دیگه نیازی به جنبش سبز نداشته باشیم. وقتی که این جنبه سکولار قضیه رو بیاد و مردم جهان بشناسند که در ایران هم آدمیانی وجود دارند که پس از 30 سال زجر از دست حکومت اسلامی دو مرتبه نیامده باشن خیابون که حکومت اسلامی رو ابقا بکنند، بلکه اینها آمدند که یک حکومت غیر مذهبی داشته باشند، دیگه به واژه سبز هم نیازی نخواهد بود. به نظر من وجود کلمه سبز در نام شبکه ما یک وجود مصلحتی موقت هست. پس شما به هیچ عنوان رابطه‌ای با در حقیقت با این اپوزیسیون سبزه که خودشون اپوزیسیون سبز میدن در ایران ندارید؟ منظورتون اصلاح طلب هست؟ بله اصلاح طلب هست. ببینید ما اعتقادمون بر اینه که اصلاح طلب ها خطرناکترین جریان هستند در مقابل جنبش سکولار مردم ایران. یعنی این که مردم تکلیفشون با بنیادگرایان، با آخوندها، با مجلس خبرگان این حرفا روشنه و میخوان از بین ببرن. اینها مرتبا در طی این عرض کنم که 2 دهه اخیر این شبهه رو ایجاد کردن در مردم که این حکومت رو میشود درستش کرد و اصلاحش کرد. ما اعتقادمون بر اینه که اگر این حکومت بده اصلاحش که بدتره، که این از ماری که زخمی شده به دست مردم شما میخواییم معالجهش بکنین دو مرتبه بندازین به جون مردم. ما اعتقادمون بر اینه که دشمن اصلی، مشکل اصلی، سد اصلی در راه نیروهای سکولار ایران اصلاح طلب ها هستن، چون بین دوست و دشمن رو یک منطقه خاکستری به وجود میارن که مردم گیج بشن. بله. و سوال شما یک موردی پیش آوردید که تو ذهن من یک پرسشی اومد که با وجود 1 میلیارد دلار در حقیقت سرمایه جمهوری اسلامی که خرج میکنه، حالا شاید هم بیشتر ازش خرج میکنه برای
از بین بردن در حقیقت همین اپوزیسیونی که در خارج از کشور هستش. شما الان صحبت همین مسئله مالی رو کردی، شما چگونه میخواییم با یه همچین مسئله در حقیقت روبرو بشید؟ عرض کنم که من فکر میکنم چون موتور اصلی این حرکت داخل ایرانه، این مردم ایران هستن که حکومت مذهبی رو نمیخوان، ما در جاده‌ای داریم حرکت میکنیم که احتیاجی به این که تازه بریم بولدوزر بگیریم و غیر و شن بیاریم این آسفالتش بکنیم نداره. این جاده وجود داره، فقط باید بهش یک صدا و گلویی رو داد. و معتقدم که در خارج از ایران ایرانیان متنعم بسیاری وجود دارند که دلشون برای مملکت میسوزه، فکر میکنن که میتونن در ساختن اون مملکت کمکی بکنن، ولی جمهوری اسلامی از یک سو و اپوزیسیون بد عمل کرده از سوی دیگه اینها رو دوچار شک کردن که ما بیایم میلیون ها خرج کردن این بیچاره ها در طی این 32 سال. ما وظیفمون این هستش که جلب اعتماد بکنیم، شفاف باشیم، هر کاری که میکنیم با مردم در میون بگذاریم، و اگر که ما بتونیم این اعتماد رو جلب بکنیم به نظر من ما اصلا نگرانی مالی نخواهیم داشت. نگرانی مالی از اونجایی شروع میشه که مردم به ما شک بکنند و بعد ما میگیم که اول چاهو بکن بعد منا رو بدوز. ما میگیم که ما اول یه پروژه باید داشته باشیم، بیاریم مثلا بگیم ما میخوایم در تورنتو همایش داشته باشیم، این اینقدر خرج داره، اعلام بکنیم آقا اینقدر ما پول احتیاج داریم. وگرنه من بشینم اینجا هی بگم پول بده پول بده پول بده، معلومه نیست که برای چی من این پولا رو میخوام. مشکل اصلی ما همیشه این بوده که ما اول پولا رو میگرفتیم، بعد حالا میشستیم با این بعد توضیح میدادیم که با این پول میخوایم چیکار کنیم، و چون توضیح هم نمیتونستیم بدیم پول از بین میرفت و مردم هم میفهمیدن که سرشون کلا رفته. امیدواریم ما دوچار این کلاهگذاری و کلاهبرداری نشیم. چرا واژه شبکه رو شما به کار میبرین؟ چرا مثلا به فرض حزب نمیگین، این حزب سبز نمیگین؟ به خاطر اینکه ما ببینید ما یه معیاری داریم و اون اینه که مسائلی که ما میتونیم در خارج کشور مورد بحث و فعالیت قرار بدیم مسائل محدودی هستن. یعنی میگیم که برخی از امور اکنونی و اینجایی هستند، برخی از امور فردایی و آنجایی هستند. مثلا شما فکر کنید که شما جمهوری خواه باشید، بنده سلطنت طلب. ما اگر که 24 ساعت هم بشینیم تو سر کله هم دیگه بزنیم و بحث بکنیم، تصمیم هم به این نتیجه برسیم که خب جمهوری بهتره، ولی ما که اختیاری نداریم در اینکه حکومت آینده ایران باید کدومش باشه. بنابراین جنگ بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی در خارج از کشور یک جنگ مصنوعیه که فقط از کنیم که اتلاف انرژی میکنه. اینه که ما آمدیم پیشنهاد کردیم که فارغ از این که شما سلطنت طلبی، جمهوری خواهی، نمیدونم کمونیستی، هرچی که هستی، بیایم توافق بکنیم که ما یه حکومت سکولار در ایران میخوایم و بعد بریم داخل ایران. اون مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن که حکومت چه نوع حکومتی رو دوست دارن، حکومت فدرال دوست دارن، حکومت متمرکز. اینها بحث‌های ما در خارج از کشور نیست. در نتیجه اعضای ما نمیتونن عضویت حزبی داشته باشن، چون هر حزبی دارای یک ایدئولوژی، یک برنامه، و مثلا حزب مشروطه ایران یا اتحاد جمهوری خواهان ایران، ما از هر دوتای این اردوگاه‌ها داریم عضوگیری می‌کنیم و در نتیجه ما در واقع یک نتورک یا یک شبکه هستیم که آدمای معتقد به لزوم و ضرورت ایجاد یک حکومت سکولار در ایران با همدیگه ارتباط پیدا میکنن و میخوان اشتراک مساعی داشته باشن. این بودش که ما پرهیز کردیم حتی بگیم ما اتحاد هستیم یا ما حزب هستیم یا جبهه هستیم. هیچ کدوم اینا نیستیم. ما فقط آدمایی هستیم که میخوایم دستامون رو تو دست هم بذاریم و با این دست به دست هم دادن نتورک خودمون رو بسازیم. سیرلی. من اتفاقا در فکر کنم حدود یک دو هفته پیش بودش که
دوستان دیگه از شبکه سکولارای سبز انجمن تورنتو رو داشتیم. من این پرسش رو از این دوستان کردم و از شما خیلی مایل هستم که این پرسش رو بکنم که چرا شما واژه براندازی به کار نمیبرید و انحلال به کار میبرید در شبکه سکولارای سبز؟ خب به خاطر اینکه ما میخواهیم که حکومت اسلامی نباشه. اینکه چگونه میتونیم به این مقصد برسیم به وسیله ما تعیین نمیشه، به وسیله خود حکومت اسلامی تعیین میشه. مردم دو سال پیش وقتی آمدن توی خیابونها گفتن رأی من چه شد؟ نه اسلحه داشتن، نه چماق داشتن، نه غیره. این حکومت بود که با نوع واکنشی که نسبت به خواست مردم نشون داد کار رو کشوند که مردم در مثلا روز عاشورا هم هر کدوم از این پاسدارا رو که دستشون میگرفت خلع سلام میکردن، کتکم میزدن، بعد هم میگفتن مرگ بر ولایت فقیه و غیره. این رفتن از رأی من به رأی من کجاست تا مرگ بر ولایت فقیه رو حکومت موجب شد، نه اپوزیسیون تصمیم بگیره. اینهایی که به نظر من میآیند و میگویند که مثلا باید انقلاب کرد، یا اون دسته ای که میگویند که ما روش عدم خشونت رو در بر میگیریم اتخاذ میکنیم، اینا هر دو اشتباه دارن میکنن. برای اینکه اصلا تکلیف نوع مبارزه که آیا به فروپاشی خواهد انجامید، ممکنه که این حکومت مجبور بشه که تن به یه انتخابات آزاد بده، هیچ خونی هم از دماغ کسی نیاد، همان گونه که مثلا در افریقای جنوبی پیش آمد. بنابراین ما میگیم که ما میخواهیم مثل یه شرکتی که به هر حال حکومت کردن در دنیای مدرن این شرکت سهامیه، مردم میرن رأی میدن به عنوان سهامداران اون شرکت، یه حکومتی رو انتخاب میکنن، یه قانون اساسی هم مینویسن، این شرکت نامه این مردمه. حالا ما میخواهیم بگیم آه این شرکت کار نکرده، ورشکسته شده، ما میخواهیم شرکت رو منحل بکنیم. یا مثل ازدواج بمونه، یه زن و شوهری با هم دیگه یک عقد ازدواجی می‌بندن، بعد با هم نمی‌سازن، میگن طلاق بدیم هم دیگه رو، ولی این که چگونه به محضر طلاق برسن بستگی به خلقیات خودشون داره. عده‌ای تا دم پله‌های محضر طلاق هم تو سر هم دیگه می‌زنن، عده‌ای هم با لبخند و دوستانه میرن میشینن میگن ما می‌خوایم از هم جداش. اینه که ما کلمه انحلال رو به عنوان یک کلمه غیر بار خاصی نداره عرض کنم که انتخاب کرد. و در برنامه پژواک آقای دکتر اسماعیل نوری علا رو داریم. شما الان در آمریکا تشریف دارید درست میگم؟ بله بله، در کلرادو. در کلرادو هستید؟ بله، بسیار عالی. ادامه میدیم آقای نوری علای عزیز، در رابطه با معنای عملی شعار ما ایرانی بی تبعیض میخواهیم دقیقاً چی هستش؟ نظرتون تو این؟ بله، بنده در جمعه بخش اول توضیح دادم که گرفتاری ما تبعیض در ایران، بله، یعنی هر نارضایتی که در ایران وجود داره به خاطر تبعیضه، و در نتیجه راه حل ما اینه که تبعیض رو بذاریم کنار، یعنی منشأ های بله تبعیض رو پیدا کنیم و این منشأ ها رو خونسا بکنیم دیگه. یکیش حکومت اسلامیه، ولی این تنها نیست. ما در دوران حکومت پهلوی هم مثلا یه حکومت متمرکز داشتیم، مردم نواحی مختلف کشور ما نمیتونستن به زبان خودشون مثلا تکلم بکنن یا بنویسن یا مدرسه برند و غیره. این تبعیض ها همیشه وجود داشته. ما فکر میکنیم که جامعه سالمه که تبعیض توش وجود نداشته باشه. بله. شما الان توی همین کانادای خودتون ببینید که میایم تو فرودگاه میبینیم به دو زبان مثلا فرانسه و انگلیسی همه مطالب انانس میشه و گفته میشه و بره. آخه چرا دیروز توی همین این مجلس ما در اون جلسه که مربوط به همین تبعیضها بود، بله، به خاطر اینکه در تورنتو هستیم اینو عرض بکنم، آقای دکتر براهنی، خب شاعری که 50 سال ما با هم رفیق بودیم و عرض کنم که زندگی ها کردیم، آمد پشت میکروفون و گفتش من شعری به زبان ترکی گفته بودم در مدرسه، منو وادار کردن که کاغذ رو بلیسم و پاک بکنم. خب چنین آدمی این تجربه دردناک رو هرگز فراموش نخواهد کرد. من واقعا بعضی وقتا فکر میکنم که این اقوام ایرانی ببین چقدر ایران رو دوست دارند که هنوز دنبال این هستن که ایران رو بسازن. من همیشه برام
این مسئله هستش که مثلا یه جامعه ای که بخواد متلاشی بشه و از هم تجزیه بشه، این باید از ضعیف‌ترین موقعیت حکومت مرکزی استفاده کنه. حکومت مرکزی که ضعیف میشه، اینا از هم جدا شدن درن از مدار این قضیه. اما در ایران همیشه برعکس این بوده. شما نگاه کنید در زمان مظفرالدین شاه ضعیف‌ترین شکل، یعنی تا دروازه های تهران هم حکومت قدرت نداشت، اما سردارخان، ستارخان و باقرخان که عکسشون پست اومده، یا سردار اسعد بختیاری، به جای اینکه تیکه های مملکت رو بردارن برن، همه راه افتادن اومدن به مرکز که حکومت مرکزی رو ایجاد بکنن و ایران یک پارچه رو نگه دارن. در نتیجه ما بدهکاریم به همه آدم های تحت ستممون. این که در زمان صفویه تشیع اثناعشری که یک فرقه بسیار کوچک اسلام هستش می آید با زور شمشیر بر ایران مسلط میشه، شما نگاه بکنید که نقشه ایران رو که در نظر بگیرید تمام اطراف ایران سنی هستند. این مرکزه که شاه اسماعیل با زور شمشیر تونسته شیعه بکنه. خب فقط به لحاظ اینکه اونا سنی ان اینا شیعه ان، اونا همواره به عنوان شهروند درجه دو مورد ستم قرار گرفتن. همین الانش سنی های ایران حق داشتن یک مسجد رو ندارن، دراویش ما حق داشتن خانقاه ندارن، میزنن خانقاه هاشون رو خراب میکنن. در نتیجه ما ایرانی بی تبعیض میخواییم، این تمام هدف ماست. تمام جهان مدرن، جهان مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر، یعنی آفرینش یک جهان بی تبعیض، و ما اون رو میخوایم. این دوتا پرسش در ذهن من میاره، یکی در رابطه با ایران یک پارچه و فدرالیزم. بله. اگر لطف کنید در مورد این ایران یک پارچه و چرا به فرض تمامیت ارضی نه؟ ببینید، ما فکر میکنیم که اولا تمامیت ارضی دو تا کلمه عربیه، ما ایران یک پارچه رو بیشتر دوست داریم از لحاظ ادبیش بخوایم بگیریم. در این حال به نظر من ایران یک پارچه برمیگردونه ما رو به همه پیوندهایی که آدمیان که زندگی میکنن روی اون خاک رو به هم پیوند میده. این خاک نیستش که اهمیت داره، این آدمیزادیه که روی اون خاک داره زندگی میکنه اهمیت داره، و یک پارچگی ایران در صورتی حفظ میشه که این آدم ها با هم یک پارچه باشن. وگرنه ما با زور شمشیر تو پتوفنگ میتونیم تمامیت ارضی رو حفظ بکنیم، ولی در زیر اون ارض متحد شده آدمیان ناراضی و پر از میل به گریز از مرکز رو بیافرینیم. اینه که ما از لحاظ زبانی، هم از لحاظ ادبی، هم از لحاظ مفهومی فکر کردیم ایران یک پارچه بهتره، اما از لفظ فدرال خودداری کردیم به خاطر اینکه در هنوز در بین اپوزیسیون ما معنای مشترکی از فدرالیسم وجود نداره و میتواند منشأ سوء تفاهم‌های بسیار باشه. من خودم به شخص، این خارج از مسئله شبکه ماست، من به عنوان یه آدم ایرانی آرزوم اینه که اسم کشور ما باشه یه روزی ایالات متحده ایران، این ایالات متحده امریکا. یعنی که ما ایالت‌هایی داریم که اینها در داخل خودشون صاحب خودگردانی هستن، تصمیمات محلی خودشون رو میگیرند و غیره، و در این حال در یک حکومت فدرال با همدیگه در اتحاد هستن. اما خب شما به محض اینکه بیایید و مثلا فدرالیسم رو ترجمه بکنید به جای خودگردانی، ترجمه کنید به خودمختاری مثلا، بله، بلافاصله خودمختاری یعنی اینکه میخواهید اون بخش دولت مرکزی فدرال هم بگیرید بدید به اینها، و این یعنی سرآغاز تجزیه یک مملکت. این است که ما تا موقعی که همه اپوزیسیون بر بنیاد فدرالیسم توافق نکنند، ما این کلمه رو به کار نمیبریم، و از سوی دیگه فکر میکنیم وظیفه ما اصلا تعیین تکلیف در این مورد نیست. این به ایران و مجلس و مؤسسان آینده ایران مربوط میشه که نوع حکومت ایران رو روشن بکنه. نظرتون در رابطه با پرچم شیر خورشید چی هست؟ شما در جلسه که در تورنتو بودش دیدم که پرچم شیر خورشید رو شما زده بودید جلوی تریبون،
نظرتون در مورد پرچم شیر خورشید چی هست؟ در این مورد توی شبکه ما بحث‌های بسیاری صورت گرفته. بخشی از اعضای ما راضی نیستند از این قضیه، ولی اکثریت رأی به این دادند که ما پرچم شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو به عنوان پرچم ملی خودمون تا تشکیل مجلس مؤسسان و اراده مردم ایران در این که چه پرچمی پرچم ما خواهد بود، آیا همین رو نگه می‌دارن، می‌خوان عوضش بکنن، شمشیرش رو می‌خوان دستش بگیرن، نمیدونم خورشیدش رو می‌خوان بردارن، تاج بذارن، اینا به ما ربطی نداره، در ایران تعیین میشه. اما تا اون موقع ما به چند دلیل معتقدیم که این پرچم پرچم ملی لااقل اپوزیسیون ایرانه. نخست اینکه این پرچم به هیچ کدوم از جناح‌های سیاسی ما تعلق نداره. روزگاری بودش که گروه‌های سلطنت طلب این پرچم رو به عنوان پرچم خودشون برگزیده بودن، ولی پس از اینکه مجاهدین هم آمدن این پرچم رو پذیرفتن، بسیاری از جمهوری خواهانی که ما در جلساتشون می‌بینیم این پرچم رو می‌گذارن، این پرچم رو پذیرفتن، این پرچم دیگه از انحصار گروهی خارج شد و اکثر گروه‌های اپوزیسیون این رو پذیرفتن. این یک. دوم این که پرچم یک نماد قانونیه. مردم یک کشوری تصمیم میگیرن که پرچمشون چه باشه. ما در انقلاب اسلامی 57 مردم رفتن رأی دادن که حکومت دیگه سلطنتی نباشه، جمهوری باشه، ولی هرگز رفراندومی، اشاره ای از در مجلس در غیره راجع به این که پرچممونم عوض بکنی نبود. این اراده شخص آقای خمینی بود که آمدش این خرچنگ رو گذاشتش جای شیر و خورشید و گفتش که از این به بعد این آرم ما هستش. بنابراین از لحاظ قانونی تا موقعی که در این مورد رفراندوم نشده باشه، این پرچم حیثیت قانونی داره و ما باید بپذیریمش. یک بعد دیگر این ماجرا هم این است که سرنگ پرچم ایران سرنگی هستن که در زمان قاجاریه راجبش تصمیم گرفته شده، اما شیر و خورشید قدیمی ترین نماد قدرت یک مردم در روی کره زمینه. یعنی هیچ ملتی یک نماد پایدار نداشته این گونه که ما داشتیم. یعنی اینکه شما الان در مهرهای سلطنتی ما قبل حتی هخامنشیانم که نگاه بکنید، میبینید که این مهری که میزدن روی مثلا گل یا روی عرض کنم که انواع چیزهای لوهایی که بوده، بله اینها رو که نگاه بکنید ببینید که شیر وجود داره. تفاوتی که پیدا کرده این استش که در فرهنگ ایرانی اصیل ما دو تا نماد بزرگ داشتیم. یکی نماد میترا بود به معنای خدای قدرت، خدای عهد و پیمان و خدای عشق و محبت، به همین دلیل میترا بعداً تبدیل شد به مهر و سمبولی که براش انتخاب کرده بودن شیر بود. یکی هم نماد هستی و زندگی و زایش، یک نماد مادینه به نام آناهیتا که خدای آبها و زندگی و زایش و بهار و عرض کنم که خرمی بود. این دوتا رو آوردن توی یک دونه نماد سرهم کردن. یعنی اینکه ما شیر رو داشتیم و بر پشت شیر میترا ایستاده بود. و وقتی که مسلمانان آمدن به ایران و دیگه نمیشد زن رو نشون داد، این حاله خورشید دور سر میترا رو آوردن پایین، گذاشتن پشت شیر، ولی بهش میگیم ما خورشید خانوم. یعنی هنوز این نماد آناهیتاست و یعنی ما ببینید یه نمادی داریم که اولا به هستی، به قدرت، به همه اینها اشاره میکنه و در این حال تساوی زن و مرد رو نشون میده. آخه کدوم ملت ابلهی است که بیاید یک چنین نماد تاریخی رو بریز دور، جاش خرچنگ بذاره رو پرچم خودش؟ اینه که ما با کمال افتخار پرچم ملی خودمون رو پرچم شیر و خورشید نشان میدونیم، سرنگش هم چون قانونی است میپذیریم، ولی مردم ایران در آینده تصمیم خواهند گرفت که چه نمادی رو میخوان انتخاب. خب پرسش بعدی من این هستش که آیا نتیجه‌ای که از این همایش دوستش شما بگیرید گرفتین در این همایش دو روزه یا خیر؟ و خیلی مایل هستم که بدونم که قدم بعدی چه خواهد بودش. من همونطور که عرض کردم همایش تورنتو دو تا مقصود داشت. یکی همدل شدن
کسانی که عضو شبکه هستند و برای نخستین بار به دیدار هم می آمدن که در این زمینه من فکر میکنم این اصطلاحی که فرهنگی ها دارن به نام باندینگ، یعنی ایجاد یک نوع علقه و ارتباط روحی و روانی بین آدم ها به شدت به وجود آمد. یعنی ما در عرض این 3-4 روزی که دور هم بودیم، شب و روز، ما دیشب تا 4 صبح هم دور هم جمع بودیم، گفتند، خندیدند، نمیدونم آواز خوندند، سرودهای خودشون رو خوندن، هر گروهی سرود خودشون، کمونیستا سرود خودشون خوندن، نمیدونم غیره. و از این لحاظ من فکر میکنم که بسیار همایش موفقی بودش. از سوی دیگه در رابطه با اینکه ما دور هم جمع شدیم، نه برای اینکه بزنیم بگیم و بخندیم و این حرفا، ما کار سیاسی میخوایم بکنیم، میخوایم جاده رو صاف بکنیم برای ایجاد یک آلترناتیو سکولار و احتیاج داریم که بریم سراغ نخبگان سیاسیمون و به اونا بگیم ما این کار میخوایم بکنیم، شما ما رو تایید میکنید یا نه، ما میخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم بریم انتخابات بکنیم ببینیم که نخبگان مردم کیا هستن. ولی شما که سرشناس هستید اصلا در قدم اول ما رو میپذیرید که ما این کار رو بکنیم یا نه. در این مورد هم میزان عرض کنم که پیام هایی که برای کنگره فرستاده شد بسیار درخشان بود. یعنی برای نخستین بار در 32 سال گذشته مثلا شاهزاده رضا پهلوی پیام داد و گفتش که کاری که شما دارید میکنید درسته. آقای مهندس حسن شریعت مداری سخنگوی اتحاد جمهوری خواهان ایران پیام داد و گفتش که شما درست دارید عمل میکنید. آقای دکتر فرهنگ قاسمی عضو هیئت رئیسه اتحاد جمهوری خواهان لایک و دموکرات پیام داد. آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کردستان پیام داد. آقای نعمت آزرم شاعر ملی ما از پاریس آمد و پیام داد و به قول فرنگی ها اندورس کرد، یعنی تایید کرد این حرکت رو. بنابراین من فکر میکنم یه حادثه نادر حتی بدون سابقه ای در زیر آسمان تورنتو اتفاق افتاده تو این دو روزه که همه نیروها گفتن این راه درسته، شما رو ما به عنوان سربازان این راه، چون ما در شبکه اعلام کردیم که ما نمیخوایم رئیس جمهور شیم، نمیخوایم وزیر بشیم، نه وکیل میخوایم بشیم، ما سربازیم که میخوایم این ایجاد، چون به این نتیجه رسیدیم که این نخبگان ما به خاطر اینکه خیلی گنده هستن نمیتونن با هم دیگه بشینن، هیچ کدومشون بقیه یه نفر دیگر رو به عنوان میزبان نمیپذیره. اما اگر یک زمین بیطرف ما درست بکنیم و ما بشیم میزبان، اینا رو دعوت بکنیم، ممکنه اینا با هم دیگه بیان بشینن، جمع بشن. و از این نظر من نه تنها فکر میکنم این همایش تورنتو موفق بود، یه حادثه تاریخی بود. یعنی محال است که ما بریم در این 32 سال گذشته چنین چیزی رو ببینیم وجود داره. و در این حال سخنرانانی هم که پذیرفته بودند که بیان و بشینند و در این پنل های ما صحبت بکنند، اون هم یه حادثه بود. شما نگاه بکنید که از یک سو مثلا آقای عبدی کلانتری آمده بود که یکی از سرشناسترین نویسندگان سکولار ایرانه، از سوی دیگه بغل دستش خانم فاطمه حقیقت جو نشسته بود با روسریش به عنوان نماینده مجلس ششم، به عنوان برآمده از دفتر تحکیم وحدت و طیف اصلاح طلب که به این نتیجه رسیده که این حکومت اصلاح پذیر نیست و ما باید حکومت سکولار انجام بدیم. یعنی از این نظرم به نظر من یک نوع هماندیشی و گرایش به یک توافق نظری در این همایش بودش که باز بی‌نظیر بود به نظر من. این آدما نمیرن با هم دیگه بشینن، هر کسی تو کمپ خودشون برای به قول میگن که اینجا کشیشی که برای مسیحی ها موعظه میکرد، هر کسی برای پیروان هم فکران خودش موعظه میکنه. ما دیالوگ نداریم با هم دیگه. برای اولین بار یه همچی فضایی پیش اومد که این گونه دیالوگ ها هم برقرار شد. و قدم بعدی چه هستش دکتر؟ ما همون دو تا هدفمون رو تعقیب میکنیم. نخست این که بر تعداد انجمن هامون اضافه میکنیم در شهرهای دیگر دنیا، همینطور الان داره مقدماتش فراهم میشه که بتونیم سکولارهای شهرهای مختلف رو بیاریم توی شبکه. و از سوی دیگه در راستای ایجاد آلترناتیو
سکولار داریم کار میکنیم. ما معتقدیم که هر آن کس که از ایران آمده بیرون اگر مأمور جمهوری اسلامی نباشه، حکومت مذهبی رو نخواسته که در رفته دستش آمده، بنابراین خواستار حکومت غیر مذهبیه، بنابراین بنابر تعریف این سکولاره. ما بیاییم و در خارج از کشور برای نخستین بار این رو چیز نکنیم که نوری علا میگه آقا من یکی از شخصیت های سیاسی مهمی هستم، ببینیم وزن سیاسی نوری علا چقدره. بیاییم از مردم خارج از کشور بپرسیم که معتمدین سیاسی شما کی هستن. این رو خوشبختانه پیشرفت های تکنولوژیک، وجود ماهواره ها، وجود اینترنت ممکن کرده و ما قصدمون اینه که الان داریم مطالعات فنیش رو انجام میدیم که در یه تاریخ معینی بیاییم و این رفراندوم رو در خارج کشور انجام بدیم، معتمدین مردم رو بشناسیم و بریم سراغشون بگیم آقا مردم به شما رأی دادن که شما بیاین دور هم جمع شین و کنگره ملی ایرانیان رو بسازید، به جای اینکه ما بریم سراغ خودشون مستقیم بگیم که شما بیاین، که معلوم نیست اینا اصلا واقعا رهبری دارن، پیرو دارن. در ملاقاتی که با آقای رضا پهلوی داشتیم بهش گفتم که بعیدترین کسی که تن به اینجور گزینشی بده شما هستین، چون شما مدعی هستی که پدر بزرگم شاه بوده، پدرم هم شاه بوده، منم به طب قسم شاهی خوردم منه. ولی شما آیا حاضرید که تن به انتخابات بدید؟ یه خورده فکر کرد، بلند شد دور اتاق قدم زد و این حرف آقای دکتر زنده و اینا هم همه بودن در اون جلسه و بعدش گفتش که بله چرا نه، لااقل یه چیز بر خود من روشن میشه که آیا من طرفداری دارم یا ندارم. اگر دیدم کسی من رو نمیپذیره به عنوان یه معتمد سیاسی خودش، خب دست زن بچه‌مو میگیرم میرم میشینه میگوشه زندگیمو میکنه. این منتالیته منتالیته جدیدیه که بیایم لااقل در خارج از کشور تن به اراده مردم بدیم. بسیار عالی. به حدود تقریبا یک دو دقیقه بیشتر از برنامه نمونده، من مایل هستم که اگر شما صحبتی دارید با بیننده‌های ما، این شما و این هم دوری. بله، عرض کنم که اولا تورنتو اولین شهریه که درش اولین انجمن سکولارهای سبز ایران به وجود آمد، بیشترین تعداد عضو را داره، یعنی ما بیش از 100 تا عضو در تورنتو داریم که آمدن با اسم و رسم خودشون ورقه عضویت رو پر کردن و عضو شدن. و در این حال در شورای هماهنگی ما که منتخب شبکمون هست، ما 3 تا برگزیده از تورنتو داریم. بنابراین من میتونم بگم تورنتو پایتخت سکولارهای سبزه و آقای دکتر زندی هم که رئیس اصلا شبکه سکولارهای سبز هستن. بنابراین من امیدوارم که دوستان ما در تورنتو متوجه این باشند که تورنتو چه موقعیتی حساسی رو داره در راستای چه چیزی عمل میکنه و کمک بکنند به این شبکه که هرچه بیشتر قوی بشه و بتونه خدمات خودش رو در مقابل هممیهنان داخل کشور انجام بده. ما به اون مردم بدهکاریم، ما خودمون رو به ساحل امن رسوندیم، اینجا داریم زندگی میکنیم، در رفاه هستیم، ولی اونجا جوانان ما دارن تو خیابونها گلوله میخورند یا دست به خودکشی میزنند یا در زندانها بهشون عرض کنم که تجاوز میشه و شکنجه میبینند و این حداقل وظیفه ماست که روزی که وقتش فراهم شد بیاین مثلا روی اینترنت در مقابل 500 تا اسم ما میذاریم جلوشون، بیان 30 تاشو اسم تیک بزنن و بگن که این 30 نفر مورد اعتماد ما هستن و ما به اونها مأموریت میدیم که برند و کنگره ملی ایرانیان رو تشکیل بدن. بسیار خوب، با تشکر از شما آقای دکتر اسماعیل نوری علا و همینطور با تشکر از شما بینندگان عزیز که توجه خودتون رو به این برنامه دادید، با تشکر از مهندس احمدی عزیز، شارخ بی‌نیاز و امید محبوب، با امید هرچه زودتر آزادی و دموکراسی در کشور عزیزمون ایران. به پایان آمده این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خدا نگهدار. من هم خداحافظی میکنم و روزگار خوشی رو برای همتون آرزو میکنم.